اصلا نمیتونید. اگه میتونید تلاشتون رو بکنید. من وحید مظلومی ام. من و وحید مثلا تو بگیم دو تا شاخ بازاری از لحاظ خرید و فروش. ۷۰۰ میلیارد تومان خیلی حجم پول بالاست؟ به هیچ عنوان نیست. حدود ۳۰۰ هزار سکه خریداری کرده است. صرافی ها تعبیر می شود کرد که رهاست. از زندان که ما اومدیم بیرون قیمت شد ۵ برابر. خوشبخت شد. برخی ریشه تلاطم در بازار ارز و سکه را از فروردین 97 می‌دانند، برخی دیگر اما از دی ماه 96. هرچه هست صاحب نظران هر دو دیدگاه که بازار ارز و سکه را خوب می‌شناسند در یک موضوع متفق القولند: سرنخ این کلافه سردرگم در دست این فرد بوده است. من وحید مظلومی هستم، متولد 1341. وحید مظلومی که در حین دستگیری به ماموران نیروی انتظامی گفته بود به همه بگویید سلطان سکه را دستگیر کردید. آره حرفای من یادت نره مظلومی. آره لذت‌های زندگی رو باید ازش استفاده کنید. در میان صحبت‌های وحید مظلومی نشانی از شوکی عمیق است، چرا که حس می‌کند این بار با دفعات قبل ماجرا فرق می‌کند. هم چهرهش نشان داده شده، هم نام و نشان خود و هم دستانش و هم قاطعیتی در مجازات که تا به امروز ندیده است. من خرید و فروش روزانه داشتم. کف بازار سکه و ارز ضرب المثلی است مشهور که میگویند مهم نیست قیمت روی چند بیستد، مهم آتشی است که به دامن بازار بیفتد و حالا حالا ها خاموش نشود. دلال سرپایی هیچی میتونن یا قیمت الان دلار رو مثلا روزی 1000 تومان بالا پایین کنن، سکه رو یا روزی 500 هزار تومان بالا پایین کنن. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام میشود مشخص میگردد که وحید مظلومی خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند. مدیریت شاخه معاملات غیرمجاز ارزی شبکه فساد وحید مظلومی را در اختیار میگیرد و با توجه به آشنایی و ارتباطی که با صرافی های شناخته شده کشور و دلالان غیرمجاز ارزی دارد، تمامی جریانات معاملات بازار سکه و طلای آبشده وحید مظلومی را به سمت معاملات غیر مجاز ارزی هدایت میکنند. بغل اونم من گیر کردم دیگه. الان بغل وحید محمد سالم. من و وحید مثلا تو بگیم دو تا شاخ بازاریم. وحید مظلومی شریک جرمی دارد همراه و هم فکر. محمد اسماعیل قاسمی هستم، ملقب به محمد سالم. او از دلالان اسم و رسم دار بازار است. محمد سالم کمتر کسی بود که تو تهران و شهرستان کسی نشناسه، قبلا برای دلار و بعد از اون برای سکه. همون موقعی که میرفتم بعضی طرف دلاریا برمیگشتم، اگه بالا پایین میشدم میگفتن محمد تو خریدی؟ تو فروختی؟ دلار اینجوری شد؟ و البته یکی از همراهان اصلی مظلومین در مجدهی به تلاطم های ارز و سکه. بهترین مشتریم آقای وحید مظلومی بود که زنگ میزدن گاهی 3000 تا، گاهی 2000 تا، گاهی 1000 تا. محمد سالم روزانه با 700 حساب بانکی به خرید سکه و ارز میپرداخت. با آقای مظلومی مطرح کردم، گفتم آره مشکل خوردم با مالیات و اینا و فلان اینا. گفتش که من یکی از اقواممون هست، اگر شد شاید صحبت کنم، اگر شد ببینم، اگه خواستن کارتشون رو میرم میدم به شما، شما با اون کارت کار کن. اینا خانم اقلاس مهرافزا. مظلومین از اقوام نزدیک خود نیز در این حوزه سوء استفاده کرده است. 3 کلاس درس خوندم، هیچ اطلاعی از این برنامه ها ندارم. یعنی این فامیلتون ازتون سوء استفاده کرده به نوعی؟ خودشون میدونن. نهایتا هم اگر باشه مغازه دارم، خرید و فروش سکه انجام میدم،
و اگرم چیزی باشه میام فرار مالیاتی. خب مالیاتش چقدر؟ مالیاتش رو پرداخت میکنم. همه نشسته بودن منتظر بودن لبس بدن که من لبس بدم چجوری میشه بازار. دیدم التهابی نداره سکه، سکه تقریبا مونده بود روی 1.200-1.250 مونده بود و یه ضرری هم کردم. گفتم خب من که حالا به قول خودمون والا دلارو میتونم بخونم، برم واسه خودم دلار فردایی نه نقدی. مظلومین و شبکه عنکبوتی دلالی و اخلال در بازار ارز در روزهای قبل از دستگیری مصداق آنهایی شده بودند که اصطلاحاً دیگر به پول پول نمیگفتند. ترنوبل مالی من در سال حد اکثر 1000 تا 1500 میلیارد تومنه. 700 میلیارد تومن خیلی حجم پول بالاست؟ به هیچ عنوان نیست. شگردشان ساده بود اما مخرب. سکه ها را با همدستی چند عنصر نفوذی داخلی در مجموعه بانکداری به صورت انبوه خریداری می کردند و قیمتش را به دو برابر حد واقعی می رساندند. آنها توانسته بودند حدود 40% بازار سکه کشور را در دست بگیرند. بنده خرید و فروش هم میانگین تقریبا روزی 2500 خرید و فروش سکه بود. سکه خرید و فروش میکردم روزی 2500. میخریدم برای افراد مختلف میخریدم، مشتری داشتم. دلیل گرونی سکه اگه میخوای بدونید مال بازار آتیه، اصلا ربطی به بازار نداره. بازار آتی از اول سال 95 بازار تهران رو گرفته دست خودش، یعنی یه حکم یه چیز قوی شده رفته به سمت بالا. چمدان چمدان ارز در روزهای سخت فشارهای دشمن از کشور قاچاق می شود و هزاران هزار سکه که باید پشتوانه پول ملی باشد در بازار ملتهب شده دست به دست می چرخد و مشکل می سازد. شروع کردیم به کار کردن و فروختن دلار. ارز برای ما می آوردن از دبی، ما شروع می کردیم به فروختنش. من اون موقع سبز میدون می فروختم، یه سری هم می دادم بالا. اما وقتی دیدن که من رفتم بالا افشار و شروع کردم به فروش و واقعا افشار حالا 5 تومن اومده و زیر سبز میدون که قبلا برعکس بود و واقعا من دوزی نمی کردم ازش، اینشو می فروختم دلاری 1 تومن من کمیسیون می دادم. و خدمتتون عرض کنم که کم کم اون دلالا رو گذاشتن کنار که خوب کار نمی کردن و تقریبا اون دلارا رو همه رو می دادن من می فروختم تو اون بازار. روزی تقریبا 20 میلیون 30 میلیون دلار می اومد من میفروختم تو بازار. خیلی از اون ارزایی هم که دادن شاید اصلا به دست کسی نرسید و قاچاق شد رفت. همدستان وحید مظلومین و محمد سالم نیز این دو را افرادی تاثیرگذار در بازار سکه و ارز میدانستند. بله من حسابی بر آقای مظلومی مغازه ایشون باز کردم، در اختیار مغازه شون گذاشتم که از گردش یا حالا تراکنش حساب من اطلاعی نداشتم. میلیاردی بود به نظر تو روز؟ تو روز؟ آخه فقط حساب من و حساب پسر خودشون بود، حساب دیگه هم بود، ولی این که حالا میلیاردو بله. ببینید تقریبا در هفته شاید دو بار یا سه بار میرفتیم، هر دفعش هم شاید 4 میلیون 5 میلیون دلار. شماره حسابایی که آقای مظلومی میداد من همه اینا رو به همون حساب واریز میکردم و رسیداشو برای ایشون میفرستادم. من به شخصه از سال 92 به بعد پشیمونم که کار کردم. چرا این کار کردم؟ چرا با دوباره برگشتم بازار و پیش ایشون کار کردم؟ اما این بار قاطعیت بی‌نظیر دستگاه قضا به همراه اشراف اطلاعاتی دستگاه امنیتی کشور و به ویژه وزارت اطلاعات شبکه عنکبوتی وحید مظلومین را متلاشی می کند. مشخص است که گروه وحید مظلومین گروهی سازمان یافته که در حوزه پولشویی، در حوزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز و فعالیت در سکه اخلال در نظام اقتصادی کشور را به شرحی که اعلام شد مرتکب شده. اتهامات اعلام شده نسبت به کلیه متهمین مذکور از نظر دادستانی تهران محرز و مسلم است. جرمشان سنگین و خیانتشان به کشور در روزهای حساس تحریم نابخشودنی، افساد فل ارز و اشد مجازات محکومیت این دو نفر است. حکم البته با قید تجدید نظر و اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور می رود، اما آنجا نیز با توجه به عمق خسارات مجرمانه این دو فرد تأیید می شود. احکام اینا
قطعی است و بدانند که هیچ گونه اغمازی نمیشه. دلیلش هم روشن هست، در شرایطی که دشمن فشار زاید الوصفی را و فوق العاده ای را برای سخت گرفتن بر معیشت مردم داره، این دور از انصاف و انسانیت هستش که یک عده برای سودجویی و یا خدای نکرده همدستی با دشمن بخوان اونها هم در داخل کشور فشار بیارن. لذا هیچ قابل اغماز نیست و بدانند که برخورد جدی است. عملیات مبارزه با مفسدان و وطن فروشان اقتصادی ادامه دارد. در روزها و ماهای پیش رو منتظر خبرهای خوشتری از بزانو درآمدن دانه درشت‌های مفسد باش.